دادگاه تجدید نظر استان البرز احکام دادگاه‌های بدوی 3 تن از فعالای کارگری رو تایید کردن، از جمله پروین محمدی. بر اساس این حکم خانم محمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده، اما این پرونده مربوط میشه به گرد همایی تعدادی از فعالان کارگری در روز جهانی کارگر در پارک جهان نمای کرج که باعث شد تا گروهی از این فعالین بازداشت و پس از 15 روز با قید کفالت آزاد بشن. به همین دلیل با پروین محمدی گفتگویی داشتم و نظرش رو در مورد این احکام پرسیدم. طبق همون انتظاری که به هر حال میشد داشت، حکم بدوی رو تایید کردن برای من و حاله سفرزاده و آقای علیرضا ثقفی. به هر حال به خاطر اینکه من به تازگی آزاد شده بودم از پرونده‌ای که در سال گذشته برای من ترتیب داده بودن، یک ماه بعد از آزادی از اون پرونده دچار این یکی پرونده شدم و اشد مجازات اون اتهام رو که 1 سال هست به ما دادن. به غیر از خودم صحبتی که دارم در ارتباط با حمله گسترده و سازمان یافته‌ای هستش که بالاخص به اتحادیه آزاد کارگران ایران و علل عموم به کل کارگران ایران داره میشه. شما اگر مشاهده بکنید ببینید که تعداد بالایی از هیئت مدیره مؤثر اتحادیه رو در عرض چند ماه اخیر دچار دستگیری، پرونده و احکام طولانی مدت زندان کردن. آقای عظیم‌زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران الان در زندان اوین هستن برای گذراندن 6 سال زندانشون. من که به هر حال نایب رئیس این اتحادیه هستم به این شکل محکوم کردند و آقای شاپور احسانی را دیروز متوجه شدیم که 6 سال بهش حکم دادن، 2 سال تبعید در سیستان و بلوچستان دادن و 2 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌ها و فعالیت اجتماعی، یا ناهید خداجو عضو دیگه هیئت مدیره باز به 6 سال زندان محکوم میشه و 74 ضربه شلاق و نوشتن رونویسی از 2 تا کتاب که تعیین کردند. خانم نسرین جوادی دیگر عضو اتحادیه آزاد کارگران به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق 2 سال محرومیت. خلیل کریمی هستش که در زندان سنندج هست. یعنی اینا کلن تحمل پایین ترین سطح مطالبه کارگران رو ندارن. کلن برخوردی که از امسال به این طرف با کارگر کردن، خب شمشیر اوریانی هستش که کشیدن روی کارگر، هیچ پاسخی به مطالبات کارگر ندارن، نمیتونن این معضل مطالبات و خط فقری که تحمیل کردن و کتمان بکنن. میان میگن که آره واقعیت داره، فلاکت واقعیت داره، وجود داره، ولی یه عده‌ای هستن که سوار بر این فلاکت دارن آشوب به پا میکنن. دیگه فکر میکنن که اتفاقا من کارگر صنایع فلزی بودم، عین همین اتفاقی که داره برای هفت تپه میفته در اون زمان سال 87 برای شرکت خود من افتاد. الان هم مواجه شدیم با اینکه به هر حال یک کارفرمای بزرگی به نام دولت افتاده به جون کل کارگرها. من فکر میکنم که اینا این رو نمیدونن که کارگر وقتی که زندگی فلاکتباری داره دیگه فرقی نمیکنه که تو زندان باشه، تو اون زندان کوچیک باشه، تو یا تو زندان بزرگتری که داریم توش عمر میگذرونیم. الان هم شما مواجه میشید با حمله ای که به کارگر عراق میکنه، هپکو میکنه، آذراب میکنه. همین الان دیشب کل یگان ضد شورش و غیره و غیره توی هفت‌تپه پیاده میشه، برخورد امنیتی با کارگر میکنن، در صورتی که خودشون کاملا دیگه مشخص میکنه که دزدی عیانی، رانت عیانی داره توی این شرکت‌های خصوصی سازی انجام میشه و کارگر رو به فلاکت رسونده. با این حال آقایون در رأس این کشور حاضر نیستن که جواب حق طلبی کارگر رو که مزد ناچیز 1.5 میلیونیه و بقای شغلشه اونو بهش بدن.